سلام کنده تک خوشم اگه کانال خودتون من سایده جوله هستم اینم که کانال خودتون رو کاناله تکنولوژی اول تشکر کنم سریعا از همتون دمتون گرم بابت حمایتاتون شما به رشد ما قطعا خیلی کمک کردید داخل این مدت خیلی ازتون ممنونیم یه حرف خیلی مهم باتون دارم این تیکر رو لطفا گوش کنید تو قضیه این چند ماهه که ما آموزش های زیادی براتون گذاشتیم این اواخر از قسمت برداشت داگز به اینور یه سریاتون مشکل براشون پیش اومد مقدارش کمکاری ما بود مقدار خیلی زیادش و بزرگترین میزانش خود شبکه تانکوینه که زیر اصلا با له شده یعنی را نمیده لامصب اونی که از سمت دتک بوده رو من اسخایی میکنم بابتش بارها هم بهتون گفتم هر چیزی باشه ما قطعا گردن میگیریم این قضیه صرافی بزرگترین چیزیه که من ازش اصلا الان پشیمونم ولی متاسفانه راه دیگه ای نبود یه صرافی بالاخره باید بهتون معرفی میکردیم که آقا تو تهیه کنی فرقی هم نداشت کدومو بهتون بگم به خدا قسم بزرگترین صرافی ایران هم براتون میوردم هرچند اون صرافی هم که ما گفتیم کوچیک نبود اونم جزء صرافی بزرگاست بازم همین مشکلات داشت هفته و دو ساعت بهش میخوردی شبکه تان میبست دوباره این مشکل عمومیه هیچ کاریش نمیشد کرد من هر چیز دیگه ایم براتون انتخاب میکردم باز متاسفانه این مشکل بود خلاصه اگر از سمت ما کم و کسری بودیم وسط یه از ما ناراحت شدن خیلی کامنت پشت سر هم دیگه گذاشتن یوتیوب زاده بلاکشون کرده ما هم نمیرسیم بریم نگاه کنیم آقا کی بلاک شده از بلاک در بیاریم اگه دیدی کامنتت نمیاد اکانت جدید بساز که ما بتونیم جوابتو بدیم از این بابت از ما ناراحت نشید و به دتک باز فرصت بدید ما همیشه گفتیم هدف ما اینجا کمک بوده هست و خواهد بود همسترم برنامهش دوباره همینجورو آموزش نقد کردنش یعنی اینکه میگیم برداشت نکنید تا ما برداشت کنیم آقا اگه قرار اتفاقی بیفته گسوی زیاد باشه اسکم باشه مشکل این وسط پیش بیاد برای ما پیش بیاد بعد اوکیو میدیم چرا سبز میدیم آقا اردراب خوبه شما هم شرکت کنید حالا همستر معتبره ولی بحث بیشتر من رو اردراپاییه که معتبر نیستن خطرناک‌ترن این کانال میره پیشمرگ میشه اگه مشکلی بود بذارید برای ما پیش بیاد ایبی نداره در عوض 40 50 هزار نفر مشکلی براشون پیش نمیاد و یه بار دیگه میگم هر کسی که از ما ناراحت شده ما رو حلال کنه و خوشحالیم که تا امروز با ما بودی امیدواریم از این به بعدم با ما باشی کسب درآمد تو این اردرا ها یه باره من تا یادتون نره کار اصلی کانال دتک چیز دیگه است های ثابت خصوصا از گیم های ارز دیجیتال این قسمتشو بیشتر فکر کن پول ثابت همیشه تو زندگیت هست میتونی روش حساب باز کنی بگی آقا هر ما میاد اما این اردرا یه بار دو دیگه چند بار میخواد اتفاق بیفته وقتی تمام شد بسته میشه و اما موضوع ویدیوی امروزمون یه روش جدید است برای گرفتن تان کوین از اون جایی که بلاک چین تان تو خیلی از صراف یا بسته است این روش بهتون کمک میکنه کل مشکلاتتون هم داخل داکس تقریبا داخل این ویدیو سعی میکنیم که برطرف کنیم حالا تو ویدیو بیشتر براتون توضیح میدم بریم شروع کنیم به ویدیو امروزمون دمتون گرم بریم بر. بسم الله الرحمن الرحیم ویدیو امروزمون هم شروع میکنیم تو ویدیو امروز یاد میگیری که چجور تانکوین رو از یه طریق خاصی از طریق همین تانکیپر خریداری کنیم این روش خوبی بدی داره تنها بدی که داره گسفی بیشتری باید پرداخت کنی یعنی از جیب باید بدی ولی خوبیش اینه که خب خیلی سریع انجام میشه یعنی کلا 10 دقیقه طول نمیکشه اگر از کیف پول بهش واریز بشه حالا توضیح میدم گیج نشید اول بریم سراغ قضیه حل مشکلات بعد این راهکار جدید متاسفانه با خبر شدیم که بازار سیاه خرید و فروش تانکوین یه سری اسم نمیبرم خودتون میشناسینشون ایمیل برا ما زدید به ما اطلاع دادید و خیلی ما ناراحت شدیم از این قضیه اصلا یعنی چی بازار خرید و فروش سیاد به دو برابر قیمت تقریبا بعضیا دارن تانکوین میفروشن تان الان پنجونیم دلاره مثلا تو میخریش اولوش 10 دلار 11 دلار خب کجای دلم بذارم اینو نزاب گیلالود ماهی گرفتن قطعا این پول پول درستی نیست به هیچ وجه انجام ندید خصوصا اینایی که ربات تلگرام درست کردن برای خرید تان آقا تو به صرافی به زور داری اعتماد میکنی که از طریق سیستم بانکی داخلی ازش تان بخری بعد چجور میره از طریق ربات داخلی این کارو انجام میدی نه میخوام اینو بدونم رو چه حساب داری اعتماد میکنی نکنید آقا این کار قطعا ممنوع و اما مشکلاتی که تو داگز دارید چیزایی که ما تو کامنت ها زیاد خوندیم یه نکته بهتون میگم خب نظر سنجیه کاملی داخل کانال براتون گذاشتیم طبق چیزایی که داریم میبینیم میزان اونایی که برداشت کردن به اونایی که برداشت نکردن کمتره یعنی 3796 نفر اینجا شرکت کردن داخل نظرسنجی ما از این تعداد تقریبا هزار نفر برداشت کردن یعنی 2700 نفر همچنان مشکل دارن تا شما 2700 نفر برداشتتون رو انجام ندادید ما همچنان آموزش میذاریم راهکارهای جدید پیدا میکنیم یعنی واقعا الان مشکل ما داخل این صرافیاست نه تنها داخلی صرافی های خارجی هم بستر تانشون بسته است اما همه چیزهای دیگه بازه روش امروزم که میخوایم آموزش بدیم همینه که از روش های دیگه این کار رو انجام بدید بالاترین میزان مشکلتونم داخل خرید تانکوینه کوینه خب اولی سوال بزرگتون رو جواب بدم الان ما برداشت کردیم کجا نگهداری داریم اینا رو تو کیف پول ببریمش داخل صرافی قاعده یه نگهداری پول پول که میگم یعنی ارز دیجیتال اگر قرار نیست باهاش معامله بشه یعنی مثلا میخوای دو سال سه سال نگرش داری یا بگیم یه ماه دو ماه اینجاش تو کیف پول. این پول تو صرافی نمیره اما اگه میخوای باش معامله کنی مثلا دیدی داگز قیمتش دو برابر شد میخوای درجا نقدش کنی اینو تو صرافی میداری اگه اینجور بود سریعا تغییرش بدی هرچند تو کیف پولم میتونی از طریق گزینه ای سواب این کار رو سریع انجام بدی هر وقت که ایدی آقا قیمتش اوکی شد رفت بالا داخل کیف پول تانکیپر خیلی سریع رو سواپ کلیک میکنی بالا رو میذاری رو داگز پایین رو میذاری رو تانکوین یا یو اس تبدیل تا انجام میدی منتها دو قسمت کیف پول اینو در نظر بگیرید اگه مثلا سی تا کیف پول ساختی نمیدونم برا باتا یه کیف پول یه جایی بساز که هیچ کسی بهش دسترسی نداشته باشه روی سیستم ایزوله ساخته بشه روی که مثلا ازش استفاده نمیکنی اونجا نگهشون دار و الا تو همچین حالتی اگه مثلا این کیف پول به 10 تا بات دیگه هم وصل داخلش بخوای داگز تو نگهداری اشتباهه چرا که هر آن ممکن اسکن بشی و همه دارایی تو از دست بدی پس اگر تو همچین شرایطی هستی بذاری تو صرافی شاید به نفع خودت باشه صحبت بعدی اونایی که داگزشون رو برداشت کردن همچنان موجودی میبینن ازش دکمه کلیمشون رفته آقا بهتون گفتم کلیم چطور میاد چند بار بین این تبا جابجا بشید ببین همچنان نیومده دوباره بری برید بیاین برید بیاین تا دکمه این کلیم براتون بیاد ببین الان اومد راه همینه راه دیگه ای نداره این کارم بهتون گفتم بین ساعت 6 تا 8 صبح انجام بدید 7 تا 8 بهترین تایمه کلیمو بزنید ساب کنید تا صفتون بیاد بالا خب من ولی تا الان بهش کانکت کردم میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم بیزی نتورک داد دیگه درسته اینه چهجور حلش کنیم این تنها راه حل شدنش اینه که تو همون تایم 7 تا 8 صبح بیای داخلش چندین بار باید رفرش کنی تا راه بده آقا بلاک چین ترکیده یعنی ربطی به داگز داره نه به به صرافیا داره انقدر باید بزنی تا اینو ببینی از ساعت دیگه 6 و نیم شروع کن تا هشت صبح حالا اگه اومد بالا صفر بود چی اگه صفر بود کیف پول تو اشتباه واس کردی ببین کیف پولی که اینجا نوشته رو تو با همین کار داری اگه قبلا روی گوشه دیگه ای بوده یه کیف پولی قبل از این واس کردی داگزاد اونجان اون کیف پوله رو باید بالا بیاری آقا الان میشه عوضش کرد از شدن که اجازه عوض کردن بده بله همچنان اجازه میده ولی اینکه چقدر طول بکشه تا این با اون باته هماهنگ بشه اطلاعات دو طرف سینک بشه که تو بتونی این برداشت رو انجام بدی یه بحث دیگه است ممکن اصلا نرسی به برداشت کردن پیشنهاد 100 درصد دارم ولت رو عوض نکنید حتی اگر عوضش کردید دوباره برگردید روی اون ولتی که اول به بات وصل کرده بودید اینجوری داراییتون رو میبینید یه سریاتون اینجا میبینید بعد از برداشت کردن همچنان اتفاقی نیفتاده دوباره میرید گسفی بدید برداشت کنید آقا این کار اصلا انجام ندید مورد زیاد داشتیم دو بار سه بار نیمتان نیمتان سلطان گسوی دادن بابت چی بابت یه بار برداشت آقا گسوی دیگه بهت بر نمیگرده اگه این کارو کردی 24 ساعت بعد از اینکه یه بار کلیمو انجام دادی صبر کن دست به چی نزن شبکه شلوغه تا واریز بشه برای خود ما لوش 7 الی 8 ساعت طول کشید تا داگزا اومد اما اونی که بین 7 تا 8 صبح ما تست کردیم تو تقریبا 20 دقیقه نشست به کیف پول پس باز تاکید میکنم تایم طلایی برداشت کردن 6 و نیم تا 8 صبح نکته مهم بعدی اونایی که بعد از اینکه برداشت کردن نشست به کیف پولشون یعنی رفتی تو کیف پولت دیدی اینجوری داگز داخل کیف پول دست بعد دوباره برگردی داخل بات اینجا میبینی همچنان موجودی از قابلیت کلیم کردن هم داره حس زرنگ بازی اینجا به دست میده خب بذار یه بار دیگه هم بگیرم من بهت قول میدم که هیچ چیزی از داگ دوباره برات واریز نمیشه گسفیت هم ازت میبره اگر این کارو کردی مطمئن باش که پولت از دست میدی داگزاتو بر نمی داره. نه گسفی ازت میگیره تو صد بار برو برداشت بزن اما چیزی برات واریز نمیکنه پس این زرنگ بازی هم ممنوع بچه ها انجام دادن چوبش هم خوردن این باتا انقدم خنگ نیستن دیگه و اما بریم سراغ حل مشکل قضیه خرید تان این روشی که میگم برای همه باتا قابل انجامه برای کل باتایی که تحت تان کوینن این قابل انجامه براشون و غیر اون یعنی کلی کوین میشه با این روش سواب کرد قضیه چیه تو صفحه اصلی کیف پول تان کی یه قسمت باینسل داری روش کلیک کن بیا این پایین این آخریه نوشته سیمپل سواب روش کن اوپن سیمپل سواپ رو بزن یه صفحه این شکلی میبینی خب من همین رو مرورگرم براتون میارم سایت simpleswap.io او این نسخه مرورگرش اونایی که کامپیوتر دارن از اینجا برن اونایی هم که کیف پول دارن خیلی ساده از تو خود بات بازش کنن هیچ تفاوتی نداره بچا جفتش یه چیزه من با هر دو تاش بهتون یاد میدم این سیمپل سواپ چیه این سایت برای تبدیل کردن کوینای مختلف از بسترای مختلف و هم دیگه است اول یه شیوه دیگه رو بهتون بگم بعد بیایم سراغ این شیوه بچا شیوه شیوه گرون قیمتی که الان هست شیوه بریج کردن از بلاکچین BNB یا اتریوم به بلاکچین تان کوین کنم گیج نشید شما کیف پول متامسک داری یا اینکه از صرافی برداشت میزنی از صرافی تان کوین نمیتونی الان برداشت کنی صرافی بسته اما صرافی بهت اجازه میده که اتریوم برداشت کنی بهت اجازه میده که یو اس دی تی برداشت کنی همه کوین های دیگه جز اونایی که رو بستر تانن بازن و اونا رو شما میتونی همچنان برداشت کنی این بریج بریج مختص خود تانکوینه برای همین ساخته شده بریج یعنی چی آقا اسمش روشه یه پول بین دوتا تا مختلف و هم دیگه مثلا الان من اتریوم دارم اتریومامو تبدیل کنم به تانکوین این کار از طریق این بریج انجام میشه این یه راهه من تا پیشنهادش نمیکنم چراش الان بد میگم این بالا یه کانکت داره متاماس انتخاب کنیم اینو دارم یاد میدم اگر یه بار هیچ راهی براتون کار نکرد این میشه آخرین راه حلتون میخوام چیکار کنم اتریوم که همیشه هیچی میخوام از بایننس اسمارت چین یا همون بی ان بی خودمون تو کیف پول متاماس بذارید بریم بی ان بی از این میخوام از این پولامو مثلا تانکوین کوین کنم دو تا مشکل این قضیه داره مشکل یک چیه کفش 10 تا تانه و گسوی انجامش سرسام آوره بالا ولت اتریوم تو بس میکنی یا ولتی که مخصوص بی ان بیه پایین آدرس تانکوین کوین ازت میخواد آدرس تان کوین هم کجاست همین آدرس کیف پول اینجا اینه کپیش کن اینجا آدرس تو پیس کن ترنسفر که زدی انجام میشه. گسفی رو نگاه کن گسفی خود بلاکچین بایننس اصلا صفر تقریبا یعنی سه صفر دو هیچ چی نیست گسفی صفره ولی گسفی انجام دادن این بریج از این سایت پنج دونه تان یعنی از دهتا تا نصفش و یارو برمیداره پس این روش رو اگر میخواین انجام بدید یه وقتی داخل یه اردراپی 4500 پنج دلار بردی دیدی هیچ راهی نداری این راه رو در نظر بگیر که هست و بهتم پیشنهادش نمیکنم اصلا خیلی پرسیدید سریعا بتون آموزشش دادیم یه کیف پول بالا وس کیف پول متا یا هر کیف پول دیگه ای که داخلش اتریوم یا بی ان بی داشته باشی از تو میذاری رو تان کوین میزان حداقل 10 تا آدرس کیف پول تان تو این پایین میزنی ترانسفر رو میزنی اینجا هم نوشته که از 10 تا چقدرش بهت میرسه که من 10 تا الان بخوام بردارم 5 تاشو برمی داره. خب این راهیه که به نظر من منسوخه و انجام دادنش اشتباهه حالا سیمپل سواب چیکار کار میکنه من این مثال با یو اس 20 براتون میزنم این بالا سرچ میکنم یو اس از همه صرافی اینو میتونید فرقی نداره یو اس رو که میزنی ببین چند تا یو تی داریم همه اینا بچا با هم دیگه متفاوتن تو بستر اتریوم داریم ترون داریم یا همون تی آر خودمون BSC داریم که معمولا کمترین گسفی مال یو تی بر بستر بی اسیه. تو بستر سولنا داریم متیکو داریم همین جور هی میاد پایین اونی که تو تان کوین اینه بچه یو تی بر بستر تان مون ما با کی کار داریم ما با یکی از اینا کار داریم دیگه من مثال میزنم یو تی بر بستر BSC رو انتخاب میکنم که از همه گس فی داره چی میخوام جاش بگیرم تان میخوام جاش بگیرم تان کوین تانم میشه کوین دوم من این کفش چقده کفش یه دونه تانه ببین حداقل رو اینجا نوشته شما هیچ وقت با این رقم کار نکنید روندش کنید هفت بزنید الان اگر من هفت تا بفرستم به من یکو و 17 صدم تان میده خب بعد چی کار میکنم اینجا رو اکسچنج میزنم بچه همین کار کارو اونورم میتونید انجام بدید من اینورم انجام بدم چون میدونم اکثرتون با گوشید قسمت باینسل، این پایین سیمپل سواب اوپن سیمپل سواب. بالا رو روی یکی از USDT ها بذارید فرقی نمیکنه یا هر ارز دیگه که دارید بچه همه چیز تقریبا این پشتیبانی میکنه اما سایتش ارزهای بیشتری براتون میاره این چارتا هم نیستن همینجور بکشید پایین همشون میاد خب من BSC رو میذارم به جاش میخوام تان بگیرم چند تا میخوام بدم مثلا هفت دونه ببین شد الان یک و سیزده توی سایتش نسبت به اپ موبایلش انگار اونی که داخل اپ موبایل یه ذره بیشتره خیلی جالبه اینا اکسچنج می میریم تو صفحه بعد ببین دقیقا یکی فرقی نده. دارن. اینجا از من آدرس تانمو میخواد آدرس ولتمو پیس میکنم این آدرس ولت تان کوینی که الان توشم قبلا کپیش کردم اینجا هم رو نسخه کامپیوتر همین کار رو انجام میدم کریت اکسچنج اکسچنجو میزنم یه عکس این شکلی به من میده این آدرسش رو از اینجا کپی میکنم ببین اینجا اینو میزنم کپی میشه یا با گوشی رو اسکن میکنم به این آدرس باید 7 دلار واریز کنی من مثال براتون بزنم با کیف پول متا ماسک این کارو بخوام انجام بدم رو کیف پول متا ماسک میزنم این مثلا یو اس دی تی سند رو میزنم آدرسه رو پیسش میکنم اینجا هفت دلار اینجا میزنم کانتینیو رو میزنم و پرداختش میکنم این یه جورایی با کمترین گسفی انجام میشه یعنی از بریچ خیلی به صرفه تره اصلا قابل قیاس نیستن با هم دیگه زمانی که این کار کردی چی میشه ببین چهار مرحله شما اینجا برات ادامه پیدا میکنه مرحله اول میاد ساب میکنه تا پولت بره تو حسابت مرحله دوم تایید میکنه که آقا پول به حساب نشسته مرحله سوم تبدیلش میکنه مرحله چهارم میفرستتش تو کیف پولت که الان همونجور جور که میبینید کیف پول هنوز چی توش نیومده کلی ثبت کردیم من قبلا این تیکر رو براتون ضبط کردم که قشنگ مراحل رو ببینید که روند قشنگ کار میکنه هیچ مشکلی هم نداره احراز هویتی چیزی نمیخواد ببینید الان نشست به کیف پول شد 6 دلار تو هیستوری هم که نگاه کنید اون موقع ظهر که ما این قضیه رو تستش کردیم یک ممیز 700 متان بوده اینجا هم یک 700 متان بوده دقیقا همینو برای ما واریس کرده هیچ مشکلی هم نداشت و تو شلوغی هم این کار رو انجام دادیم یعنی برا ما که خود جواب داد حالا خوبیش چیه بدیش چیه بدیش اینجاست که مثال میزنم الان داره چقدر میده یکو و صدم درسته من تانکوینو بیارم یکو و صدم صدام و نیم دلار من پنج و نیم دلار رو دارم شیش و نیم دلار میخرم کلیتش رو بهتون بگم یه دلار داره بیشتر از من پول میگیره اینجا و دارم یه دلار بیشتر پول میدم پس شما تان کوین پنج و نیم دلاری داره 6.5 و نیم دلار میخری مونتا گسبی به همینجا ختم نمیشه ما یه مشکل دیگه ای که داریم چیه اینه که صرافی وقتی که میخواد برای ما پول بریزه خودش یه گسوی داره مثلا میگم اگر تی آر سی 20 بخوای جابجا جا کنی تو صرافی خارجی هلوشه دو و نیم دلار از تو گسوی میگیره تو صرافی داخلی هلوش سه و نیم دلار یعنی یه تان کوین پنج و نیم دلاری و تو داری میخری چقدر از صرافی داخلی میخوام برات مثال بزنم هلوش نه نه و نیم دلار داری پول میده بابت یه تان کوین بله خیلی زیاده این روش تنها به کسی پیشنهاد میکنم که کیف پولی مثل متاماس یا تراسولت داره پول از متاماس که تراس ولت انتقال بدی این برات میصرفه و با یه دلار بیشتر میتونی تان کویناتو بگیری یه پیشنهاد کاملا بهتون بگم اگر خیلی عجله دارید این کار انجام بدید و بهتره که بمونید آقا تا شبکه خلوت تر بشه داگز مگه چند روز دیگه اینجور میمونه نهایت دو روز سه روز دیگه بلاک چین عادی میشه برداشتا رو همه انجام میدن شبکه خلوت میشه و خلوت شد سر فرصت بکش بیرون هر وقتم که داگز بخواد بگه که آقا این دیگه مثلا مهلت آخر برداشته یه سوالی که میدونم تو خیلی یادتون هست 100 درصد بهتون اعلام میکنیم دیگه حالا یا داخل تلگرام یا ویدیو براش میذاریم یه معمولا ددلاین میذارن مثلا میگن آقا آخرین مهلت برداشت فرض کنید تا دو هفته دیگه است. قیمت داگز اگه نگاه کنید دقیقا داره تو روند دو تای دیگه میره دو تای دیگه یعنی کی پیکسل و نات کوین پیکسل و نات کوین هم زمان ورودشون همین شکلی بودن اولش میاد یه ذره رشد میکنه بعد افت میکنه بعد یه رشد کلفت میکنه نمیدونم خبرداری نه دادگاه پالدور و یه جورایی هنوز تشکیل نشده که زدن تحت نظارت قانونی با یه وسیقه یه کلوفت خیلی هم کلوفت وسیقه فعلا آزادش کردن و حق خروج از فرانسه هم نداره یعنی هنوز اونم جوابش نیومده آزادی کاملش اگه بیاد چی میشه بازار بازار واقعا دیدن داره یه نکته مهمم که در نظر بگیری کلیت بازار نزولیه توی این بازار نزولی همه کوینا افت کردن فرقی نداره که کدوم باشه همشون افت کردن از دم ما الان تو با اون بازار سعودی خفن نیستیم نه الان شرایط بازار اتفاقا رو به پایینه یه ذره حالا داره متعادل میشه ولی کلیت رو دارم بهتون میگم اما در نظر بگیرید ترند یک بازار داگز رتبهش تو معاملات همچنان نهمه رتبه کل مارکت کپ 84 داره نزدیک میشه به نات کوین یعنی همین جور پیش بره چند روز دیگه از نات کوین جلو میزنه حتی گفتم که بدونید قضیهش چیه این نات کوین الان ریزشش رو نگاه کنید تو همه کوین اتفاق افتاده من یه نمودار مقایسه ای با داگز براتون بیارم حالا اینو بعدا براتون بیشتر پوشش میدم شما شروع و نگاه کن تفاوت این دو تا نمودار چقدر فکر کردی ببین چقدر شبیه هم دیگن. ببین نارنجی داگز اون آبی نات کوینه ببین چقدر شبیه هم دیگه دارن بالا پایین میشن بازارتان به هم دیگه مرتبطه اینو باید در نظر گرفت بفروشیم یا نگه داریم اون میشه یه موضوع دیگه هفته آینده بهتون اینو میگم ولی به شخص من حالا حالا قصد فروشش ندارم یعنی جاش الان امنه یه بار دیگه میگم روشی که بهتون آموزش دادم پیشنهاد میشه فقط به کسایی که عجله دارن اگه عجله داری انجامش بده و فقط و فقط برای اونایی که پولشون تو کیف پوله اصلا نمیصرفه از صرافی این کارو انجام بدی خب دوستانو دارم لذت برده باشید این روشو من پیشنهاد میکنم اگر خیلی عجله دارید دیگه یعنی نمیتونی وایسی چون گسبی این روش واقعا بالاست خصوصا اگه از صرافی انجام بشه که اصلا دیگه افتضاح بالا میشه شاید دو برابر یه کوین پات بیفته از اونور تو رو خدا رو بدید من کل مشکلاتو داخل ویدیو بهتون گفتم این مشکلات یکی دوتا هم نیستن خیلی زیادن هر مشکل جدید دیگه ای که داری تو کامنت اول بذار براتون پوشش میدیم تا داگزو همه تون برداشت نکردید ما ولتون نمیکنیم. خیالتون راحت همه باید برداشت کنن امیدوارم مشکل همه هرچی سریعتر حل بشه دوستتون دارم نظر فراموش نشه تا ویدیو بعدی To be paid with blood or some sort of pain. You cause a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening and in fear. Oh uh. if you try you just Get a little bit of trouble play,